بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد پروردگار بخشنده و مهربان دوست عزیز آرزو میکنم که همتون خوب صحتمند باشین. خواستم بر شما در این ویدیو طریقه ازیر بر شما آموزش بتم که چگونه ما شما توسط به یک USB یا فلش که ما شما میگیم بتونیم که در قسمت کمپیوتر خود ما شما آپریتینگ سیستم انستالیشن کنیم. دوستا من اینجا براتون نوشته کنم که خب ببینید یا نوشته شدگی از قبل است، ما قبل نوشته کردیم How to bootable flash or USB through CMD, How to install Windows through USB drive. هدف یا مفهوم از این دوستا چی است؟ ببینید مثلا ما شما زمانی که بخواهیم کامپیوتر خود یک ویندوز یا آپریتینگ سیستم ما شما انستالیشن یا نصب یا عیار سازی کنیم، شکل نرمال فرض کنید دوستایی کامپیوتر ما شما هست، فرق نمیکنه که دسکتاپ باشه، لپتاپ، تارتاپ، بیچ فرق نمیکنه. عموما کامپیوتر ها که هست از خود یک مثلا دوستا سی دی روم یا دی وی دی روم می داشته باشد. دوستا سی دی روم یا دی وی دی روم که ما شما توسط به سی دی روم یا دی وی دی روم میتونیم که بریم آپریتینگ سیستم ما سی دی رو خریداری میکنیم، میتونیم بسیار با شکل ساده ما شما داخل از امی پی سی خود آپریتینگ سیستم انستالیشن و عیار سازی کنیم. حالا دوستان عزیز بس ما شما در این قسمتی است که فرض کنیم ما شما لپتاپ داریم که فعلا اکثریتا لپتاپ هایی که مثلا مدل بالا ها هستن، مدل جدید هستن، اینا اصلا هیچ امی سی دی روم یا دی وی دی روم اصلا هیچ نداره. پس اینا دیگه نیاز به ای است که ما شما باید از بتونیم که اینمی کامپیوتر خود یا پی سی خود توسط به USB یا فلش بتونیم در این قسمت ما شما یک آپریتینگ سیستم عیار سازی و نصب کنیم. دوستات یک کار میکنیم که این طریقه گفتیمی است که مثلا ما در این قسمت اینی کامپیوتر ما که هستک سی دی روم و در حقیقت دی وی دی روم اصلا هیچ نداره و حال بس یا هدف مویی است که ما میخواهیم که توسط به یک USB یا توسط مثلا به یک فلش ما شما رو چی کار کنیم، قسم می فلش USB خود جور کنیم که بتونیم داخل از کامپیوتر ما شما آپریتینگ سیستم انستالیشن کنیم. آپریتینگ سیستم دوستا که میگیم دیگه فرق نمیکنه که مثلا هر نوع آپریتینگ سیستم باشه، هیچ کدوم مشکل نیست. خب ما چطور میتونم که کار توسط به فلش انجام بدم؟ البته دوستا در این قسمت ریکوایرمنت شی است که ما شما حداقل خب نشان میکنم که ریکوایرمنتش دوستایی است که حداقل ما شما در این قسمت یک دانه USB 4GB یا فرض کو 8GB داشته باشیم بیخی خوب است. حداقل ما شما یک USB داشته باشیم که سایز از 4GB حداقل باشه، یعنی منیمم سایزش باید از 4GB باشه. اگر از او که در اضافه تر یا بیشتر میشه خب بیخی خوب است. و چیز دومه که ما شما دوستان نیاز داریم به یک آپریتینگ سیستم ما شما نیاز داریم. آپریتینگ سیستم ما شما دوستان نیاز داریم که آپریتینگ سیستم را که ما شما میخویم در کمتر خود انستالشان کنیم، شما به مو آپریتینگ سیستم در حقیقت به ایمیج ضرورت داریم، به ایمیج یا آیزوش میجنشتن میکنم ایمیج یا آیزوش شما ضرورت داریم. مثل که ما براتون دیگه قسمت نشان بتون، ما در کمپیوتر خود سرور 2012 مثلا ویندوز 7، ویندوز 10، ویندوز 11 اینا که هست تماما دیگه قسمت ما ایمیج ها یا امی آپریتینگ سیستم رو در کمپیوتر خود ذخیره کردگی دارم. خب حالا دوستا من در این قسمت یک کار میکنم که انشالله که ایره فهمیده باشین. گفتیم که هدف یا بس ما ای است که ما توسط به یک USB یا فلش میخواییم که در قسمت پی سی خود آپریتینگ سیستم یا ویندوز انستالیشن کنیم و او را عیار سازی کنیم که تماما بس یا مورد نیازه که ما شما همون چیزهایی که ضرورت داریم من کلا اینجا براتون گفتم. خب پس من خیلی دیگه قسمت دوستا میرم بر شما نشان میتونم که در قسمت دیسپیسی می من USB را در قسمت کمپیوتر خود دوستا ایج اضافه میکنم. ببین دوستا از ما کس USB
4 جی بی است. خب ما اینا میخوایم که اول تمام دیتایی که داخل شده سیر دلیت کنم. پس بالای USB خود راست کلیک میکنیم، میایم در قسمت فرمت و ما اینا میخوایم که فرمت کنم، استارت میگیم، اوکی اوکی باز اوکی میگیم. میبینیم دوستا که ای 4 جی بی است، درست است؟ پس این حال ما باید یک کار کنم که کدام آپریتینگ سیستم ما سایزش 4 جی بی میشه که بتونیم داخل از این سالشن کنیم. در غیر از او اگر سایز آپریتینگ سیستم با شما مثلا 5 جی بی یا فرض کن 6 جی بی یا بیشتر از 4 جی بی باشه، باز سالشن داخل از این دیگه امکان نداره، چرا که سایزش قدر نیست، درست است؟ پس من این کلوس میکنم، میایم در قسمت آپریتینگ سیستم خود. اول بالای سرور 2012 جمعین اگرچه نشان میده که 5 جی بی است، راست کلیک میم قسمت پروپرتیز. خب این دیگه انستالیشن نمیشه، چرا که ببخشید داخل فلش ای سنت نمیشه یا ما نمیتونیم روان کنیم، چرا که سایز از دیگه اضافه است، 4 جی بی است. پس میم بالای ویندوز 7 راست کلیک شو مور آپشنز کلیک میکنیم، میم پروپرتیز، این دیگه میشه چرا که سایز زی 3 جی بی است، درست است؟ پس ما پیش از این که متوقعی کار ادامه بتون، پس حال بسی است که ما چگونه میتونیم که امی USB را آماده برازی بسازیم که باز ما توسط به USB خود بتونیم که ویندوز انستالشن کنیم. پس ما این کار را میتونیم که توسط به CMD دوستا انجام بتیم یا کامن پرامپت برش که ما شما میگیم. میم دی قسمت بسیار طریقه ساده و آسان است، فقط چند خط کمند است، شما ایره نوشته میکنین، بعدا میتونین بسیار به شکل ساده و آسان توسط بینمی USB میتونین که شما آپریتینگ سیستم تان در قسمت کامپیوتر انستالشن کنین. که شما میرین در قسمت رن، که قسمت رن رفتن دیگه شما میفهمین، ویندوز کی را امرای آر پرس میکنین. خب این دوستا که جام برتون شام بتون، اینی ویندوز کی را امرای آر یک جایی پرس میکنید که بر شما رن باز شود. زمان که دیجه رن باز شد شما نوشته میکنید که CMD یعنی کامان پرامپت. CMD را که زمان شما دوستا باز کردین صفحه CMD بر شما باز میشه. این حال دوستا ایدی زمان صفحه CMD باز شد ما شما دیجه دیگه کدام کار انجام میتین، فقط می چند خط کمند را که ما براتون گفتم شما مجبور هستین که خط کمندار دی قسمت نوشته کنید. خب ما ایره به این شکل جور میکنم چرا که اینجا تایپ کرده برم شما ببینید. در قسمت CMD مین دوستا اینجا چیز را که اول باید تست نوشته کنیم، نوشته میکنیم که تایپ. خب ببخشید دوستا که در اینجا ما شما تک کار میکنیم، نوشته میکنیم که تایپ دیسک. البته دوستا در این قسمت یک تایپ دیسک یک بحث جداگانه است، ببخشید نوشته میکنیم که لیست دیسک، درست است؟ خب نوشته میکنیم اول که دیسک پارت، بعد این ریاست میگیم، یک قسمت دیسک پارت باز میشه و ما ایره در این قسمت برتون این طرف میارم. البته دوستا دفعه دیگه است که شما دسپارت نشته میکنید، باش که مثل که من فعلا فکرم کار نکرد اشتباه کردم، شما هم خود اشتباه نکنید، درست است؟ من ایره به این شکل براتون میارم که شما بفهمین، یعنی زمان که شما درن رفتین سینگی نوشته کردین کمند اول را که شما نشته میکنید دسک پارت نشته میکنید. زمان که دوستا دسک پارت نشته کردین دیگه قسمت کرسرتون رو میگذارید نشته میکنید لیست دسک. اما من امو استروجایی که در قسمت خود کامپیوتر تون یعنی اکسترنال هارد دیسک یا اینترنال هارد دیسک که در قسمت وصل باشه USB اینا رو برام شما نشون میده، که در قسمت نشون میده دیسک یک مو شما کس آنلاین و دیسک زیرو آنلاین، دیسک یک هم کس آنلاین است. ای به این مفهوم است دوستا که این اول از یک کس هارد دیسک خود کامپیوتر ما است که 500 جی بی است و دیسک یک از دوستا به این مفهوم است که در حقیقت امی USB ما هست، یعنی امی USB یا فلش رکمه در قسمت کمپیوتر خود دیرک کنک کرده. بعد در قسمت شما نشته میکنه که لیست دسک، نشته میکنه که لیست دسک
کلیک میکنیم. خب لیست دسک کلیک کردیم. کماند بعدی است نشان میکنیم که سلیک دسک یک. سلیک دسک یک به این مفهوم است دوستو که ما شما هدف یا بحث ما بالای می خود USB است. اگر شما در اینجا صفر انتخاب کنیم به این مفهوم است که باز تماما هارد دسک تان شما دیتا هایی که داخلش است کلش دلیت میکنی از بین میبری. متوجه باشین که همیشه دسک یک شما انتخاب کنید که قسمی که ما در اینجا بر شما انتخاب کردم سلیک دسک یک. اوکی دسک یک فعلا دوستان میگه بر شما انتخاب شده ای است. پس نشته میکنیم که کلین. شما دوستان کلین نوشته کردین ببینین دسک پورت سکسید این کلینینگ دی دسک، یعنی به این مفهوم است که اگر آل ما برم در این قسمت USB خدا ببینم USB ما شما کس کلن امو فرمت GPT وی مسئولاش کس کلن از بین رفته. و یک موضوع دیگر یادآوری کنم دوستو، بعض وقتا تو اتفاق میفته که می USB ما شما به این شکل میبشه، اگر دبل کلک کنیم ببینین اصلا باز نمیشه و باز شما میتونید که قسم فلش هایی که خراب دارین یا مثلا خراب میشه را میتونید که توسط به می CMD به می شکل که ما کار کردم شما میتونید کمی کمانده را در CMD ران کنین و بعدا امیدوار هستم که USB شما دوباره کار کنه. و در این قسمت کمند بعدی نوشته میکنیم که ما شما Create Partition Primary. پس ما در این قسمت نوشته میکنم که Create Partition Primary. اوکی؟ زمانی که دوستان نوشته کردیم که Create Partition Primary ای کمند رو موفق رن شد، ما این کمند بدیل نشته میکنیم که Format File Systemش NTFS یا New Technology File System باشه و کویکم به خاطر از این نشته میکنیم که یعنی Format میکنی را یکم سریع تر Format شد. نشته میکنیم که Format Space FS مسوی به NTFS فاصله باز کویک نشته میکنیم. حالا منتظر میباشیم که نی 0% ما شما 100 شود. درست است؟ ای که 100 شد بعدا یعنی موفق بنی کمند پیش رفت در ایج ما شما نشته میکنیم که assign. نشته میکنیم که assign اوکی. This part successfully assigned the drive letter or mount point. خب ای قسمت ما شما موفق بنا کماندار اجرا کردیم و بعدا آل ما میرم دوباره چک میکنم در ای قسم بین آل USB ما شما آماده برزی شده که ما داخل از این امو ویندوز خود انستال شهر کنیم. پس من این را دوستا در این قسمت کلوس میکنم چون نیاز دیگه ندارم و همیم در این قسمت من امو خود ویندوز خود را میگیرم. مثلا در این قسمت رفته داخل درایو دی ما هست آل اپس و داخل آل آبری بیتیغیب سیستم خب بلبز آلمون نشته کردیم آبریتینگ سیستم میم در این قسمت و ما اینمی ویندوز 7 را که در قسمت بر شما نشان دادم. میم بسیار ساده راست کلک میکنیم بالایش ایر دوستای ماونت میگین یا اوپن ویت. خب خوبی است که اوپن ویت ویندوز اکسپلور بگوین. اوکی و بعد در قسمت خب منتظر میباشیم که باز شوه. خب دوستا در قسمت ما شما ایر کلوس میکنیم و ما فکر میکنم که یک صفحه باز شدگی هست که بر شما اجازه نمیده که شما ای را باز کنیم. خب میده سعی کنم. آها Do you want to open this file؟ ممی بله ای را باز میکنیم شما. در قسمت تماما همو فایل هایی که داخل ویندوز موجود بر شما میره کلن اینا را دوستو انتخاب میکنیم، یعنی در دقیقه Select All Control A انتخابش میکنیم راست کلیک بعدا میم بالای شو مور اپشن سند تو اینجا دوستو چی انتخاب میکنیم USB درایف ایره کلیک میکنیم و بعدا میگذاریم که اینمی تماما ویندوز ما شما آپریتینگ سیستم ما شما داخل فلش سند شوه، یعنی در حقیقت به این مفهوم از دوستو که 100% بایت از شوه. زمانی که 100% شد بعدا ما USB خود را دسکنکت میکنیم. زمانی که USB را دسکنکت کردیم در حقیقت توسط بینمی USB میتونید که شما به هر پیمانه که PC ها کمپیوتر ها را خواسته باشیم ویندوز 7 هم شما میتونیم که انستالیشن کنیم. طریقه انستالیشنش دوستو هم شکل انستال کردن ازی است که شما زمانی که میخواییم که ویندوز 7 یا 8 یا 10 را توسط به CD ما شما انستالیشن کنیم USB هم کس همین شکل است دوستو، هیچ کدام تفاوت نداره.
فقط ده وقت انستالیشن زمان که شما USB را در کمپیوتر تون وصل میکنین. در قسمت بود آپشن زمان شما دوستا میرین، در قسمت شما CD را انتخاب نمیکنین، بر شما USB یا مو فلش تون ظاهر میشه، بالای زو کلیک میکنین، دیگه مو فارمت کردنش و پارتیشن و خلاصه تماما مسائلش که است همو شکل است که مو شما توسط با CD چی میکنیم دوستا انستالیشن میکنیم. آرزو میکنم دوستا که درس مورد توجه شما قرار گرفته باشه و شما بتوانید که از این درس استفاده کنید. تا درس بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. موفق و کامگار باشید.